پس از سالها انتظار بند کمال خان با حضور رئیس جمهور غنی رسما افتتاح شد. این بند ظرفیت تولید 9 مگاوات برق و آبیاری 10,000 هکتار زمین را دارد. رئیس جمهوری در افتتاح این بند از خودکفایی سخن زد و تاکید کرد که امروز ضرورت است تا طرح اتکا به خود تعقیب شود. او همچنین افزود پس از این معاهده آب هلمند را افغانستان تطبیق می کند و دیگر به کسی آب رایگان نمی دهد. رجز خانی رئیس جمهوری اینجا در افتتاح بند کمال خان البته حق هم دارد، با تمامی چالش ها این بند را افتتاح کرد. او گفت زرنج به بندرگاه بین المللی تجاری مبدل می شود و بادهای آزاردهنده نیمروز هم تبدیل به انرژی برق بادی خواهد شد. کمال خان وسیله است، هدف احیای نیمروز آباد، آزاد و در چارچوب جمهوریت افغانستان یک نیمروز که به همه زندگی را فراهم کنه، او هدف است. حکومت که امسال را با شعار 100 روز نخست سال با 100 مژده آغاز کرده، افتتاح بند کمال خان هم در چهارمین روز سال 1400 یکی از همان مژده های حکومت است. بند کمال خان 16 متر ارتفاع و ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را دارد و نیز می تواند 9 مگاوات برق تولید کند. ما یک بحث نهایت سازنده را با دو شرکت بین المللی و با جمهوری اسلامی ایران می خواهیم تنظیم کنیم. یک مدیریت باد است. مطالعات مقدماتی نشان می‌دهد که افغانستان حداقل 70,000 مگاوات برق از باد خود تولید کرده می‌تواند. این باد 120 روزه که نیمروزی ها را همیشه رنج داده، انشالله تعالی به بزرگترین انرژی تاریخ بدل. رئیس جمهوری همچنین گفت افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق می کند و با ایرانی ها در مذاکره تا ولایت نیمروز نه تنها کندوی افغانستان بلکه کندوی ایران هم باشد. نیمروزیان هم از افتتاح این بند استقبال می کنند، اما می گویند حکومت به ولایت نیمروز توجهی جدی داشته باشد. بزرگان و بزرگان یک خواهش داشتند که شما لطف فرمودی، عنایت فرمودی، ولایت ما را درجه دو کردی، ولی امتیازات درجه دو هنوز به ما تعلق نگرفته. در هرات همکار اعمار بند پاشتان 85% پیشرفت داشته. بندی که با افتتاح آن 18,000 هکتار زمین آبیاری و 2 مگاوات برق تولید خواهد شد. برای بحث بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب، با طرح این سوال که بند کمال خان امروز افتتاح شد، اهمیت این بند در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این بند از جهات متعدد اهمیت داره. اولا این بند یک بند ذخیره ای نیست، بند انحرافی است. میزان آبی که ذخیره میکنه 52 میلیون متر مکعب است، ولی میزان آبی که منحرف میکنه به سمت کانال ها و زمین های مورد استفاده بسیار زیاده. ای اولین مورد استفاده، ای بند مورد دوم 9 مگاوات برق تولید میکنه که گرچه که حجم زیادی نیست ولی در اون منطقه یک حجم قابل توجه است. مورد سوم تنظیم حقابه کشور ایرانه که تاکنون اونا گاهی شکایت داشتن از اینکه میزان عقابه در ماهای بعض ماها ممکنه مطابق او چیزی که در مایده آماده نرسیده که ایبن قدرت داره که می مسائل تنظیم کنه. مورد بعدی که ما در هدف گذاری ایبن گذاشته بودیم در امون زمانه که بندر شروع کردیم، احیای هامونهای که بخشی از مسئولیت افغانستانه، چون یک منبع بسیار مفید و مؤثر برای استفاده مردم و منطقه، برای محیط زیست و منطقه، برای زندگی در اون منطقه. و بالاخره مورد نهایی جلوگیری از سیلاب های اما وحشتناکی که اگر گاه اتفاق میفته اونا رو به سمت گودزری هدایت میکنه. راه اندازی این بند در کوتاه مدت و دراز مدت چه پیامدهای اقتصادی مشخصی را برای کشور دارم؟
خب ببینیم، یاد ما باشه که بند کمال خان به تنهایی خود مؤثریت لازم را نداره، مگر او چیزی که ما در کجکی هدف گذاری کرده بودیم و هدف گذاری انجام بشه، یعنی آب در بند کجکی ذخیره بشه و در نهایت در بند کمال خان منحرف بشه به سمت زمین های کشاورزی و یا به سمت هامون ها و یا به سمت حقابه ایران و برای تولید برق و سایر مصارف فرگا که بند کجکی به اتمام برسه و بتونه 1 میلیارد متر مکعب آب بیشتر ذخیره کنه، میتونه که به او اهدافی که ما داریم برسه. در دراز مدت خب یکی از مسائلی که اتفاق خواهد افتاد مو تبدیل کردن زمین های خشک فیلی اطراف کمال خان که زمین های بسیار وسیع و حاصل خیزیه به زمین های کشاورزی که اثرات اقتصادی بسیار زیادی داره، همچنین اگر توانایی و پتانسیل هیرمند تقاضا کنه بشه که هامون ها احیا بشه، یک منبع اقتصادی بسیار بزرگی برای مردم منطقه بود و امیدوارم کشورهای منطقه هم در این جهت با افغانستان همکاری کنن و بدون شک میتونم بگم که یک تحول تاریخی و یک نقطه عطف در تاریخ آبای افغانستان میتونه باشه. در غیر این صورت اگر ما نتونیم که جکیر فعال کنیم در همون زمان از او کمال خان ممکنه اون مؤثریت لازم را نداشته باشه، در نهایت مردم ناامید بشن از ساخت بندا در افغانستان. آقای عثمانی، در گذشته هم پروژه های اقتصادی مشابه افتتاح شد، اما یکی از چالش های اصلی پیش روی آنها نبود امنیت بوده. در حال حاضر وضعیت بد امنیتی چقدر میتونه این بند آب کمال خان را تهدید کنه؟ خب در گذشته ما چون منیس کارگزار ارشد منابع آب در افغانستان یا وزیر انرژی آب کار میکردم، در اطلاعات کاملی از ناامنی در بندها داشتم و اعتقاد من این بند بعد از اینکه بهره برداری رسید با توجه به اینکه خب خرابکاری علیه از اونها عواقب بسیار زیاد ممکنه داشته باشه، و کسایی که مخالف این برنامه هستن ممکنه به خود بند به خود اجازه ندن که خطر و صدمه ای وارد کنن، ممکنه که این صدمات جانبی باشه برای تهدید برای پرسنلی که در او مناطق کار میکنن به وجود بیایه، اما خود بندها و پتانسیلی که در پشت بندها به عنوان ذخیره آب در کاسه بند وجود داره خود از او یک عنصر تضمین کننده و حافظ امنیت خود و حتی کارمندان خود است. به عنوان آخرین سوال بفرمایید که آیا افغانستان ظرفیت فنی و تکنیکی استفاده از این بند را دارد؟ خب اینو بندها حتما شرط لازم و شرط کافی برای حفظ و مراقبت داره. شرط لازم هموز که حداقل فهم تکنیکی در افغانستان وجود داشته باشه، شرط کافی است که از یک گروه متخصص برای مراقبت استفاده بشه و حتما لازم نیست که او گروه متخصص از داخل افغانستان باشه، میتونه که از بیرون استخدام بشه. ولی یکی از شرایطی که این بندها دارم، شاید حتما در بند سلما شنیده باشین، این که قبل از اینکه اینا افتتاح بشن نیازه که به اینکه ما یک گروه حفظ و مراقبت تربیه کنیم. در بند سلما بیش از حدود چندین ماه گروه 80 نفری ما به هندوستان روان کردیم تا آموزش ببینن در بخش حفظ و مراقبت بندها و اونا بودن که بعدا مسئولیت حفظ و مراقبت این بند رو به عهده گرفتن. گفتگویی بود با علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب، در ارتباط با افتتاح بند کمال خان.